سلام به شما دوستان عزیز و گرامی امیدوارم حالت خوب باشه امروز میخوایم دیلی روتین رو کار بکنیم همون کارهای روزمره ببینیم که از صبح که از خواب پا تا شب که میخوایم چه کارهایی رو انجام میدیم جمله به جمله با هم کار میکنیم 14 تا جمله شما باید حفظ بکنید بعد از اینکه آموزش رو دیدید و این 14 جمله رو میتونید پشت سر هم و یک صبح تا شبتون رو تعریف بکنید اول جمله که بعد ما یاد بگیریم اینه که من ساعت 7 صبح ها بیدار میشم میگیم I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. اینجا یه چند تا نکته وجود داره ما یه کلمه ای داریم wake up wake up به معنی بیدار شدن و get up هم به معنی بیدار شدن اما تفاوت این دوتا چیه؟ موقع که شما صبح چشتون رو باز میکنید میشه wake up wake up یعنی از خواب بیدار میشید رو باز میکنید میشید wake up ولی موقع که از جاتون بلند میشید میشه get up میتونه بین این دوتای فاصله ای باش از زمانی که چشتون باز میکنید با زمانی که از رخت خواب یا تحت خوابتون بلند میشید ولی معمولا از get up استفاده میکنم برای بیدار شدن پس میگیم I get up at 7 a.m. نکته دوم زمانی که شما ساعت رو قبل زور از دوازده ظهر میخوایم بگید باید از AM استفاده بکنید موقع که بعد از دوازده ظهر منظورتونه از PM استفاده میکنید وقتی میگید هفت صبح بس بعد بگید 7 هف... AM ولی اگه هفته بعد از ظهر بود میگفتید 7 PM و همیشه هم قبل از ساعت یاتون باشه از حرف اضافه ات استفاده بکنید این نکته رو هم در نظر بگید پس آی get 7 AM بعد از اینکه از خواب بیدار میشید چی کار صورتتون رو میشورید من صورتم را میشویم I wash my face I wash my face من صورتم را میشویم یادتون باشه وقتی میخواید جملات پشت سر هم بگید بهتره که از کلمه after that و well, then استفاده کنید after that یعنی بعدش یا بعد از اون then یعنی سپس که قشنگ تر میشه دیگه جملات خیلی قشنگ تر میشه وقتی فاصل بینشون یه کلماتی رو ما استفاده بکنیم پس I get up at 7 a.m. After that I wash my face ببینید چه قشنگ تر شد من ساعت هفت بیدار میشم بعدش صورتم رو میشورم درست شد؟ حالا بریم برای جمله بعدی بعد از که صورت رو میشورید میدید چکار میکنید مسواک میزنید I brush my teeth I brush my teeth من صورتم را دندون هامو مسواک میزنم من دندون هم مسواک میزنم تا جمعه رو پشت سر هم بگیم I get up at 7 a.m. After that I wash my face Then I brush my teeth سه تا جمعه پشت سر حالا بعد دندون را مسواک میزنم میره صبحونه میخوره I have breakfast I have breakfast من صبحانه میخورم I have breakfast بعضی صبحانه میخوره چون دانش آموزه میخواد بره مدرسه میره حاضر بشه که لباسش ببیشه که بره مدرسه وقتی میخوام می بگیم من آماده میشم یا لباس می میبوشم میگیم I get dressed I get dressed حالا این تا جمله رو پشت سر هم میگیم I get up at 7 a.m. After that I wash my face Then I brush my teeth After that I get dressed ببین چقدر قشنگ شد همینطور جمعه تو همینطور اضافه میکنه خب بعد از اینکه آمده میشه میره مدرسه من به مدرسه میروم I go to school I go to school من به مدرسه میروم خب بعد که میره مدرسه اونجا چیکار میکنه؟ میره سر کلاس من توی مدرسه سر کلاس میروم I take classes at the school I take classes at the school از ابتدا ها اینجا رو پشت سر هم سعی میکنیم بگیم I get up at 7 a.m. After that, I wash my face. Then, I brush my teeth. After that, I have a breakfast. Then, I get dressed. After that, I go to school. Then, I take classes at school. ببین چقدر قشنگ شد جملات پشت گفته شد و داریم کارهای روزمره رو داریم میگیم تیه این آموزش خب بعضی که سر کلاس میره چیکار میکنه میره نهارشو میخوره میره توی رستوران مدرسه یا کافتریای مدرسه میره رستورانشو میخوره حالا ما میتونیم هم بگیم کافتریا هم میتونیم بگیم رستورنت درست شد پس من نهارمو من توی رستوران مدرسه نهار میخورم I have lunch at the cafeteria I have lunch at the cafeteria. حالا میتونیم از رستوران هم استفاده کنیم. I have lunch at the restaurant. I have lunch at the restaurant. بس ما تو رستوران مدرسه چهار میکنه؟ نهار میخوره. و از این نهارش می می رو میخوره میره با دوستاش بازی میکنه. I play with my friends. I play with my friends. من با دوستام بازی میکنم. حالا از اول تا اینجا رو یه بار با هم بگیم. I get up at 7 a.m. After that, I wash my face. Then I brush my teeth. After that, I have breakfast. Then I get dressed. After that, I go to school. Then I take classes at school. After that, I have lunch at the cafeteria. Then I play with my friends. <inaudible> بعد از اینکه با دوستاش بازی میکنه میاد خونه به خانه میایم من به خانه میایم میگیم I come home I come home من به خونه میام بعد که میرسه خونه اولین کاری که میکنه تکالیفش رو انجام میده I do my homework I do my homework من تکالیفم رو انجام میدم I do my homework پس که تکالیفش رو انجام میده میره شام میخوره من شام میخورم I have dinner I have دینر، بعد که شامشو میخوره قبل از که به خوابه میره یه دوش میگیره من دوش میگیرم I take a shower یا I have a shower جفتش هم درسته I take a shower یا I have a shower یعنی من دوش میگیرم بعد که دوش میگیره میره به رخت خواب و میخوابه من به رخت خواب میروم یا من میخوابم I go to bed I go to bed خب 14 تا یاد گرفتیم حالا تلاش میکنیم هر 14 تا رو پشت سر هم بگیم شما هم تلاش کنید همزمان با من اینا رو تکرار بکنید I get up at 7 a.m. After that I wash my face then I brush my teeth after that I have a breakfast then I get dressed after that I go to school then I take classes at school after that i have lunch at the cafeteria then i play with my friends after that i come home then i do my homework after that i have dinner then i take a shower after that i go to bed astidim ke be hamin rohati 14 تا جمله به که ما بهش میگیم کارهای روزمره یا دیلی, رو... دیلی روتین رو یاد گرفتید و میتونید از این می ازش استفاده کنید این 14 تا جمله به ظاهر ساده رو یاد بگیرید بهش مسلط بشید خوب که یاد گرفتید یواش یواش بریم اینها رو گسترش میدیم هم جملات رو پیچیده ترش میکنیم هم طولانی ترش میکنیم هم جملات دیگه ای رو هم بهش اضافه میکنیم ولی برای شروع به نظر من این 14 تا جمله میتونه یک 14 جمله استاندارد باشه برای اینکه شما بتونید دیلی روتین رو بگید یا کار روزمرهتون رو بگید خیلی متشکرم موفق باشید